اگر آمریکا به برجام برگرده قیمت دلار چقدر میشه؟ وضعیت اقتصادی ما چطور خواهد بود؟ آیا اصلا امکان پذیره که آمریکا برگرده به برجام؟ با من تو این ویدیو همراه باشید. درود بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه من معین صادقیان هستم و تو این ویدیو میخوام راجع به برجام باتون صحبت کنم و تاثیرهایی که ممکنه بذاره روی بازار ما روی قیمت دلار و چیزهای دیگه که پیشتر هم دیدیم و تأثیر گذاره روی به طور کلی اقتصاد ما و در نهایت زندگی هر کدوم از ما پیش از اینکه مطلب ویدیو رو شروع کنم ازتون میخوام که اگه علاقه من به مطالب اقتصادی هستید و یا یادگیری بازارها و از انواع سرمایه گذاری و مطالبی از این دست حتما کانال من رو سابسکرایب کنید مشترکش بشید و اگر که دوست داشتید به دوستانتون رو هم معرفی بکنید خب الان قیمت دلار توی زمان ضبط این ویدیو حدود 24-25 قیمت خیلی سال 99 خیلی اومد بالا یه و دوباره یه شوکی رو تجربه کرد شوکی که خیلی انتظارش رو نداشتن ولی خب خیلی هم دور از انتظار نبود چون پایه پولی افزایش پیدا کرده بود حالا چه اتفاقی افتاده حالا بایدن انتخاب شده و البته هنوز به طور قطعی و رسمی جای اعلام نکرده که بایدن انتخاب شده اگرچه توی انتخابات برده خب مکانیزم اونها یه مقداری متفاوته با ما ولی به نظر میرسه که بایدن قرار رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه اگر بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه و برگرده به برجام چه اتفاقی واسه دلار میفته اینو اجازه بدید همین رو همین شرایط رو برگردیم و زمانی که اولین بار برجام امضا شد بررسی بکنیم اون موقع یه چیزی حدود 20 درصد 20 تا 30 درصد نهایتا تاثیر روی بازار و قیمت ها قیمت دلار به ویژه ما داشتیم با همین برجام الان چه اتفاقی افتاده الان با این شرایطی که پیش آمده اگر بایدن بیاد دوباره انتظار داریم همون 20 درصد قیمت بیاد پایین یعنی احتمال خیلی زیاد اگر آمریکا به برجام برگرده قیمت دلار میاد زیر 20000 تومن البته به صورت نوسانی ممکنه این حدود 30 تا حتی 40 درصد هم افت ناگهانی داشته باشه اما به سرعت شروع میکنه خودش رو بیاره بالاتر و روی همون حدود 20 هزار تومن یا یکم پایین تر از اون میمونه توی زمانی که بر... آمریکا برمیگرده به برجام حالا در ادامش زمانی که دلارها میتونن بیان داخل ایران و معاملات ایران بازرگانی ایران دوباره فرم طبیعی خودش رو میگیره اون موقع باید ببینیم که در واقع دوباره تحلیل بکنیم ببینیم چه اتفاقی بر شرایط بازار میفته ولی احتمال این میره که یک مقداری دوباره دلار از اون هم پایین تر بیاد خب دلار اگه یه مقدار بیاد پایینتر طلا هم میاد پایینتر یعنی در واقع اتفاقی میفته اینا قیمتشون ارزون نمیشه ارزش پول ملی ما یه مقدار میاد بالاتر چرا چون الان دیگه منظوی نیستیم و میتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم آیا این خوبه یا بده ببینید هر ارتباطی هر چه ما ارتباطمون با دنیا بیشتر باشه ارتباطمون از نظر اقتصادی حالا دیپلماتیک و سیاسی و این هم که هست ولی هر چه از لحاظ اقتصادی ارتباطمون با کشور دنیا بیشتر باشه تجارتمون بیشتر باشه حجم مبادلاتمون بیشتر باشه در نهایت به نفع اقتصاد کشور و هر این هر از فروش خام فروشی در واقع فاصله بگیریم خب طبعا بهتره اگر برجام دوباره برقرار بشه حتی الان برقرار هست به صورت اسمی ولی خب چون آمریکا اومده بیرون عملا ما هیچ منفعتی از برجام نداریم منفعت اقتصادی نداریم اگر که دوباره برقرار بشه برجام اتفاقی که میفته اینه که دوباره تجارت داخل کشور شکل میگیره دوباره انتظار یک رونق اقتصادی رو داریم رونق اقتصادی خیلی خوب شاید من توی سه چهار سال اول دولت بعدی رونق اقتصادی بالای 5-6 درصد رو بتونیم تجربه کنیم اگر آمریکا برگرده به برجام حالا چالش هاش چیه؟ چالش هاش اینه که توی آمریکا همین الان دولت ترامپ جوری در واقع شرایط رو دشوار بکنه که بایدن نتونه راحت برگرده. اون زمانی که میخواد بایدن برگرده از داخل ایران گروه هایی که قدرت دارن گروه هایی که تمایل ندارن که آمریکا با ایران ارتباط هیچ نوع ارتباطی داشته باشه مانعش بشن ممکنه مجلس قوانینی رو تصویب کنه که مانع از این بشه که ایران بتونه راحتی برگرده داخل برجام و شرایط دشوار بکنه اما واقعیت اینه که اگر که بخواد این اتفاق بیفته این شرایط تنها قدرت چانهزنی طرف های سیاسی داخل کشورها رو در واقع به رخ میخواد بکشه یا میخواد در واقع امتیازگیری باشه و این اتفاق خواهد افتاد منتها حالا باید ببینیم اینکه بایدن بیاد رئیس جمهور بشه فرداش برمیگرده و برجام احتمالش خیلی ضعیفه ولی من این شانس رو بالا میبینم که تا پایان دولت روحانی آمریکا برگرده به برجام ولی بعد از اون حالا دولت بعدی احتمالا از ثمرات این برجام که بالاخره قراره به بار بشینه میتونه حسابی بهرهمند بشه و در نهایت به نفع کل کشوره پس از لحاظ بازارهای مالی دوستان اگر که این اتفاق بیفته اگر شما دلار دارید تو خونه اگر طلا دارید اینها دارید انتظار میره که اون موقع یه مقداری کاهشی بشه حالا تا از الان تا اون موقع چه اتفاقی میفته اون تحلیلش جداگونه است که خدمتون حتما ارائه میدم یا یعنی اینکه بعد از اینکه برجام برقرار شد با فاصله زمانی بعدا چه اتفاقی میفته اونو باید دید پس اگر که الان تصمیم دارید که روی بازار خاصی سرمایه گذاری بکنید حواستون به این اتفاقایی که داره میفته باشه اگر که برجام دوباره برقرار بشه و حالا دلار هم قیمتش بیاد پایین مبادلات تجاری رونق بگیره بهترین جا برای سرمایه گذاری هر جایی غیر از بازارهای مالیه یعنی شما این پول رو تبدیلش بکنید به ریال و سرمایه گذاری بکنید توی ساخت و ساز تاکید میکنم توی خود ملک خرید ملک نه ولی توی ساخت و ساز توی ایجاد کسب و کارها توی ایجاد خدمات نمیدونم ساخت مجموعه های بزرگ سرمایه گذاری روی نیروگاه ها سرمایه گذاری روی کشاورزی روی این مقوله های اقتصادی تر اگر بیشتر کار بکنین فنی اقتصادی در واقع بهتر بگم خیلی بیشتر میتونه به نفعتون باشه تا بازارهای مالی یعنی اون موقع لازمه که یه مقداری فاصلتون رو به اقتصاد بیشتر بکنید تا بازارهای مالی و در صورت امیدوارم که همیشه و در هر شرایطی کشور ما بهترین ارتباطات رو با دنیا داشته باشه و از این شرایط سخت تحریم بیرون بیایم امیدوارم کاسبان تحریم مهلت بدن که شرایط مساعدتر بشه و ما بتونیم در واقع نفس بکشیم مردم بتونن ارتباطاتی با دنیا داشته باشن من اصلا وارد بحث‌های سیاسی نمیشم اگرم کسی میخواد کامنت سیاسی بذاره اینجا جاش نیست و اصلا شاید اجازه هم ندم کسی کامنت سیاسی بذاره چون اینجا فقط صرفا اقتصادی ما صحبت میکنیم و اصلا هم کاری به بحث‌های سیاسی ندارم منتها این نکته رو لازمه بدونیم که در هر صورت این تحریما داره فشار میاره به جامعه و لازمه که با, با برداشته شدنش یا بالاخره پیدا کردن راهی که بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم یا بشکنیمشون یه ذره شرایط برای مردم بهتر بشه یه ذره راحت تر بتونن زندگی کنن یه کوچولو حالا نمیخوام اصلا بگیم زندگیشون از این رو به رو بشه ولی از این شرایط بسیار دشوار بیرون بیان الان حالا هم تحریم ها رو داریم هم کرونا رو داریم اتفاقای زیادی که میدونیم همه چقدر تاثیر منفی روی ما گذاشته در هر صورت امیدوارم کشورمون همیشه بهترین روابط رو داشته باشه و همیشه رو به پیشرفت باشیم دوستتون دارم خدا نگهدار